بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شاگردای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به ادامه درس های ریاضی صنف 12 به خدمت شما هستم. فصل اول می خوانیم. امروز درس ما و شما درس 10 است که مربوط صفحات 26 تا 28 کتاب می باشد. عنوان درس ما است لمت توابع مثلثاتی. خب دوستان، روز قبل ما و شما دو قضیه را ثابت کردیم که لیمیت ساین تیتای بر تیتا که تیتا متقرب به صفر باشه 1 است و لیمیت ساین تیتای بر تیتا که تیتا متقرب به لایتنایی باشه مساوی به صفر است. با استفاده از دانش این دو قضیه ما مثال اول کتاب کار میکنیم که طوری است: لیمیت ساین 2x بر x و x هم متقرب است به 2. خب دوستان، ما وقت این شکل با این مقایسه کنیم، میبینیم اینجا زاویه که به ساین است در مخرج همان چیز ما در مخرج داریم، یعنی ولی اینجا ما زاویه ساین ما 2x است و در مخرج x داریم. خب این دو باید عین چیز باشن، باید مساوی باشن تا ای که ما از این قضیه استفاده کنیم. خب ما میتونیم به این ترتیب عمل کنیم که لیمیت x متقرب به 0 است، بنویسیم که ساین 2x در مخرج می نویسیم 2x، ولی در این قسمت هم یک 2 می نویسیم. هر گاهی 2 بایی 2 اختصار شود دوستا، پس ساین 2x بر x می ماند. حال از ما و شما می دانیم در خاصیت لیمیت خوانده عدد ثابت است که ضریب عزیز می شه که این طرف هم بنویسیم 2 لیمیت ساین 2x بر 2x، x متقرب است به 0. دوستا حال اگر به شکل بالا و قضیه اولی را مقایسه کنیم، آنچه که زاویه بر ساین است همانچه در مخرج هم است. پس از این قسمت گفتم میتونیم دو خودش نظر به قضیه کی مساوی میشه به 1، این را هم مینویسیم مساوی است به 1. پس جواب از این سوال ما است 2. مثال اول ما است 2. خب دوستا، مثال دوم کتاب در نظر میگیریم. مثال دوم ما و شما هست که 5 تانجانت 2x بر 7x. خب دوستا، اگر ما مستقیما قیمت، خب اینجا لیمیت هم داریم، لیمیت x ما متقرب است به 0. اگر که مستقیما ما 0 را وضع کنیم، میبینیم که تانجانت 0 0 ضرب 5 0 و در مخرج هم 0 این شکل میگیره. حال میتونیم از این دو قضیه استفاده کنیم، چون تقرب به 0 است از قضیه بالایی استفاده میکنیم. ولی مشکل در اینجاست دوستای گرامی که این قسمت ما تانجانت داریم و این قضیه برای ساین است. خب خیر، میتونیم به این ترتیب بنویسیم که لیمیت x متقرب است به 0، 5 خودش به عوض تانجان دوستای گرامی میتونیم بگیریم که ساین بر کوساین، ساین 2x بر کوساین 2x و در این قسمت هم داریم دوستا 7x. خب اگر ادامه بدیم، مخرج 5 1 است، طبعا که ساین 5 ساین 2x 1 ضرب کوساین کوساین 2x، مخرج از این قسمت 1 است، کسر الکسر است، یعنی کسر الکسر ساده میکنیم، طبعا این قسمت معکوس میشه 1 بر 7x. اگر ادامه بدیم، لیمیت x متقرب است به 0 صورت 1 ضرب 5x 5 ساین 2x در مخرج 7x که میشه به این ترتیب بنویسیم که 7x کوساین x. خب دوستان، 5 و 7 میبینیم عدد ثابت است، میشه که از لیمیت بیرون تر در نظر بگیریم. دوستا چون این قسمت شاید درست بر شما معلوم نشه، از این خاطر سوال متباقی شده این قسمت،
ادامه میدم. خب می نویسم که مساویس به 5/7، یعنی 5/7 بیرون گرفتیم و لیمت می نویسیم. لیمت x ما متقرب است به 0. خب دوستا می توانیم بنویسیم ساین x بر x، ساین 2x بر x ضرب 1 بر کوساین 2x. اینا اگر با هم ضرب شدن دوستا می بینیم که بس همین قسمت به ما می دهید، کدام تفاوت نمی آید. خب حال دوستا من می توانم که این گونه هم بکنم که 5/2/7 لیمت x متقرب به 2 کده ساین 2x بر 2x ضرب 1 بر کوساین 2x. دوستا این دو با این دو که اگر اختصار شد پس همون بالا را به ما بده، اسمتان چی در بالا داشتیم، یعنی این تفاوت در سوال نمیه. خب 2 × 10 = 7 لیمت. حال اگر با اینا بگیریم، یعنی میتونیم به این ترتیب بگیریم که لیمت ساین 2x بر 2x که x متقرب است به 0 ضرب لیمت x ما متقرب است به 0 1 بر کوساین 2x. قوس بسته میکنیم 10/7. دوستا این قسمت اگر مقایسه کنیم با این قضیه ما، آن چیز زاویه بر ساین است، همان چیز در مخرج هم است، تقرب ما به صفر است. پس ایواز از این قسمت میتونیم بنویسیم 1 ضرب کوساین ما کوساین 2x است دوستا، کوساین 2x به ایواز x اگر ما صفر بگذاریم میشه کوساین صفر، کوساین صفر 1 است، 1/1 باز هم 1. حال 1/1 ضرب 10/7 جواب ما میشه 10/7. مثال دوم ما دوستا جوابش است 10/7. خب حال مثال سوم دوستا کار میکنیم تا در این زمینه بیشتر موضوع برتان روشن شود. مثال سوم ما دوستا طور میباشه که داریم لیمت 1 - کوساین 2x بر x، یعنی مثال سوم طور است دوستا، 1 - کوساین 2x بر x لیمت از این قسمت ما میگیریم در صورتی که x متقرب است به 0. خب دوستا حال اگر 0 را وضع کنیم که میدانیم کدام شکل را به خود میگیره، 1 - اینجا اگر 0 را بگذاریم 0/2 0 کوساین 0 1 است و این قسمت هم اگر مستقیما 0 بگذاریم پس شکل 0/0 میگیره. یعنی این که ما باید است میبینیم که به شکل ما هم برمیخوریم. پس چگونه عمل میکنیم؟ دوستا از مطابقت های مثلثاتی ما و شما میدانیم که کوساین 2x میتونیم به این شکل بگیریم که 1 - 2 ساین x، البته ساین مربع مخرج که خودش x است. خب حال اگر دوستا ادامه بدیم و منفی را به داخل قوس ضرب کنیم، یعنی 1 که خودش منفی را به داخل قوس ضرب کنیم میشه -1 - 2 ساین مربع x بر x. لیمت ما x تقرب به 0 کده 1/1 دوستای گرامی تفریق میشه، قسمت تفریق شدن، ما داریم 2 ساین مربع x بر x. خب دوستا 2 که عدد ثابت است میتونیم بیرون بگیریم، بیرون از لیمت، یعنی به این قسمت بنویسیم 2 لیمت ساین مربع x بر x، x متقرب است به 0. دوستای گرامی این قسمت به این ترتیب هم نوشته کده میتونیم که 2 لیمت
ساین x بر x ضرب ساین x. هرگاه ساین x با ساین x ضرب شوه ساین مربع x میشه، مخرجش که یک است، یک ضرب x که x، x متقرب است به صفر. خب دوستا دو خودش لیمیت با هر کدام اینا میگیریم، یعنی از هر کدام از اینا لیمیت میگیریم علایده. لیمیت ساین x بر x، x متقرب است به صفر، ضرب لیمیت ساین x، x متقرب است به صفر. دور داریم دوستا، دو ضرب این قسمت نظر به قضیه داریم که یک است، یک ضربه، و این قسمت هم اگر ما صفر وضع کنیم که ساین صفر مساوی به صفر میشه دوستا. اگر به وضع اکس این قسمت ما صفر وضع کنیم میدانیم که ساین صفر صفر است، پس ساین ایواز از این ما میگیریم صفر. صفر ضرب یک دوستا گرامی صفر و صفر ضرب دو صفر، یعنی جواب سوال مثال سوم ما و شما صفر میباشه. خب دوستای گرامی، مثال چهارم است، لیمیت کوساین 4x منفی 6x بر x مربع و x هم تقرب کرده به صفر. اگر x وضع کنیم میفهمیم 0 ضرب 4 صفر و کوساین صفر مساوی است به 1. به همین ترتیب صفر اگر صفر وضع کنیم 0 ضرب 6 صفر، کوساین صفر 1 است، 1 منفی 1 در مخرج که صفر بانیم، مربع شده بازم صفر، به شکل مبهم صفر بر صفر بر میخوریم. خب دوستا پس این چیگونه ما ساده بسازیم؟ این لیمیت مثلثاتی است، یعنی فاکتور مشترک هم گرفته نمیتونیم، مخرج یک تابع پولینومی است، صورت هم یک افاده مثلثاتی است. پس چیگونه عمل میکنیم دوستا؟ از مطابقت های مثلثاتی میفهمین که کوساین الفا منفی بیتا را ما به این ترتیب گرفته میتانیم و اینجا داریم کوساین 4x منفی کوساین 6x. پس این را با مقایسه به این مطابقت مثلثاتی میتانیم که به این شکل بنویسیم. لیمیت ما متقرب است به صفر در مخرج که x مربع داریم دوستای گرامی، منفی از فرمول دوستا، دو هم از فرمول، ساین این دو تا را دوستا جمع میکنیم. اینجا گفته الفا جمع بتا، چیزی که زاویه است این کوساین است و چیزی که زاویه است کوساین دوم است. اینجا ما 4x داریم، این قسمت هم 6x، اینا را اگر جمع کنیم 4 و 6 10، 10x بر 2، 2 هم در فرمول داره، ضرب ساین، ضرب ساین. حال گفته همین دو از هم تفریق، همین دو از هم تفریق، یعنی از 4x اگر من 6x تفریق کنم دوستا ما داشته می باشم که منفی 2x، 2x بر 2. خب حال دوستای گرامی مساوی است به لیمیت x ما متقرب است به 0 منفی 2 ساین 10 تقسیم 2 5، 5x ساین 2 تقسیم 2 دوستا 1 منفی x، این قسمت داریم منفی x بر x مربع. اگر این قسمت بازم ادامه بدیم و لیمیت ما میدانیم که تقرب به صفر کرده، پس میتونیم بنویسیم که 2 ساین پاین x، این قسمت دوستا منفی ساین منفی x هم میتونیم بنویسیم که ساین x، منفی را بیرون بگیریم چون این قسمت منفی داره، پس منفی ضرب منفی میشه که را مثبت بگیریم، بنویسیم ساین x در مخرج هم x ما مربع. خب دوستای گرامی اگر بیشتر ادامه بدیم میتونیم بنویسیم لیمیت، خب x ما متقرب است به صفر، دو ضریب است میشه که دو را بیرون هم بگیریم از لیمیت به این قسمت، بنویسیم در داخل قوس که ساین 5x، ساین 5x بر x ضرب ساین x بر x. اگر ما شما داخل قوس ضرب کنیم پس همین قسمت دوستا داشته می باشیم. مشکل در اینجا دوستا چیست؟ ما مستقیما می دانیم لیمیت بگیریم، که مشکل در اینجا است که این قسمت ما پنج نداریم. فلحاظا ما اینجا اگر پنج بنویسم و در این قسمت هم پنج بنویسم، پنج با پنج اختصار میشه، یعنی در سوال نه چیز زیاد کردیم نه چیز کم. حال می دانیم لیمیت بگیریم دوستا، دو پنج ده لیمیت
5x بر 5x، x ما متقرب است به صفر، ضرب لیمیت ساین x بر x، x متقرب است به صفر. خب دوستا، این قسمت یک میشه، این قسمت یک میشه، ده ضرب یک، در نهایت جواب ما از دوستای گرامی ده. جواب از این سوال ما دوستا شد ده. خب دوستای گرامی، درس امروز ما همینجا به پایان میرسد. تا درس بعدی شما را به لای پاک بنیاز میسپارم. اوقات شما بخیر.